سرمایه کم سابقه در زمستان امسال در افغانستان تا کنون جان نزدیک به 200 تن را در این کشور گرفته است. مطیع الله خالص رئیس جمعیت هلال احمر افغانی متعلق به گروه طالبان به رسانه ها گفته که بر اثر بارش برف، سرمایه شدید و گاز گرفتگی 175 تن از شهروندان افغانستان جان باختند و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. وی گفته که در آغاز زمستان حدود 80 هزار دام نیز تلف شده است. این مقام گروه طالبان در عین حال از جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان خواسته که برای کمک به افراد آسیب پذیر اقدام کنند تا جلوی بروز فاجعه انسانی در افغانستان گرفته شود. بارش برف در هفته جاری باعث مسدود شدن برخی از بزرگراه‌های ارتباطی به ویژه استان‌های مرکزی و شمالی افغانستان شده است. افغانستان در حالی سردترین زمستان را در چند سال اخیر از سر می‌گذراند که به دلیل ممنوع شدن تحصیل دختران و زنان و همچنین ممنوع شدن کار آنها در نهادهای غیر دولتی، فعالیت چندین نهاد امدادرسان به حالت تعلیق درآمده است. گروه طالبان اما با بی‌اعتنایی به درخواست‌های مکرر نهادهای بین‌المللی موضع خود را در مورد ممنوعیت تحصیل و کار زنان در نهادهای امدادرسان تغییر ندادند. پیشتر نهادهای امدادرسان نیز هشدار داده بودند که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در زمستان امسال با گرسنگی مواجه خواهند بود و بیش از 3 میلیون کودک به سوء تغذیه دچارند. محمد الهام فعال رسانه از میلان با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام خدمت شما جناب آقای حسینی و بینندگان عزیز شما. از آخرین اطلاعات شما از وضعیت انسانی در افغانستان و نگرانی های مربوط به فصل سرد زمستان برای ما بگویید. بفرمایید. متاسفانه در حال حاضر مردم عزیز افغانستان با یک فاجعه انسانی در ابعاد وسیع روبرو هستند. طی یک و نیم سال گذشته نابسامانی های سیاسی و امنیتی و افزایش فقر و بیکاری دامنگیر مردم افغانستان بوده است و متاسفانه از زمستان سرد امسال مشکلات مردم را چند برابر کرده است. همانطور که در خبرها هم شما ذکر کردید، سردی هوا و بارش برف سنگین طی زمستان امسال راه‌های مواصلاتی اکثر ولایات مناطق مرکزی افغانستان، شمالی و شمال شرق افغانستان با مرکز و ولایت مرکز ولایت‌ها و مرکز افغانستان هفته‌ها مسدود شده. هیچ گونه کمک رسانی متأسفانه و خدمات از سوی گروه حاکم و مردم ارائه نمی‌شود. آمار و ارقام را که از سوی گروه حاکم منتشر میشه اکثرا غیر واقعی بوده و متاسفانه ابعاد فاجعه بشری در افغانستان در حال حاضر بیشتر از او چیزی است که از سوی گروه حاکم ارائه میشه. افزایش قیمت ها در اوج خود رسیده، یک سر زغال سنگ و حتی چوب سوخت که مردم افغانستان در سرمایه شدید به او نیاز شدید داره در بازارها به اوج خود رسیده و کسی توان خرید زغال سنگ را حتی برای گرمایش نداره و متاسفانه نگرانی شدید و مورد قابل نگرانی است که این تعداد کسایی که بیش از 200 تن در اثر سردی هوا و بارش باران در زمستان پیش رو جانهایشان را از دست دادن، اینا بر اثر یک حوادث غیر مترقبه نبوده، اینا بر اثر نرسیدن خدمات بوده و خدمات به اینا نرسیده و کمک های فوری در نقاط دوردست افغانستان نرسیده و بنابراین مردم افغانستان است که کماکان قربانی میده و این تنها یک عدد نیست و این 100، 200، 400 این هزاران انسانی که همه روزه جانهایشان را بر اثر بی تفاوتی و بی اعتنایی گروه حاکم از دست میده. این نگرانی بسیار شدید همه مردم افغانستان است. بله، اخیراً طالبان ضمن ممنوعیت حق آموزش، کار کردن زنان و دختران در نهادهای غیر دولتی و حتی کمک رسانی را نیز ممنوع کردند.
به نظر شما پیامدهای این اقدام طالبان در ابعاد مختلف به ویژه در بخش کمک‌های بشری چه خواهد بود؟ دقیقاً ممنوع کردن حق تحصیل برای زنان و دختران از چند مبعی طرف و همچنین ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی و به ویژه نهادهای کمک رسان ملی و بین‌المللی بسیار پیامد ناگوار را برای خصوصا در فصل سرد زمستان امسال دامنگیر مردم افغانستان شده پیامدهای بسیار ناگوار را در پی داشته است. ما در حال حاضر شاهد ازی هستیم که شمار زیادی از نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی که طی چند سال اخیر در افغانستان فعالیت‌های چشمگیر داشتند، اینا بر اثر این بی‌اعتنایی و این ممنوعیت حق انسانی یک قشر عظیم مردم افغانستان که به ویژه در نهادهای امدادرسان نقش بسیار مؤثر را زنان و دختران افغانستان بازی می‌کردند، متأسفانه تعلیق نهادهای بین المللی را ما شاهد بودیم که بر اثر تعلیق قشر عظیم از مردم افغانستان که در روستاها و در دهات افغانستان زندگی می کنند نیاز شدید در فصل سرمای زمستان دارند، اینا کمک های اولیه برای زنان نمی رسد و همچنین ممنوعیت حق آموزش که یک حق انسانی است هنوز هم گروه حاکم بر او پافشاری دارد و از او استفاده ابزاری و سیاسی می کند. از جامعه جهانی، از کشورهای دور و نزدیک و بهانه ای که حق تحصیل و حق آموزش و حق کار را از قشر عظیم مردم افغانستان که زنان و دختران است و نقش مؤثر را در کمک رسانی و در خدمات رسانی برای مردم افغانستان ایفا می کند و این پیامدش بسیار متاثر کننده و در ابعاد مختلف است و به ویژه در فصل سرمایه که امروز همه مردم افغانستان و اکثریت عظیمی که در حال حاضر نیاز شدید به کمک‌های بشری و امدادی داره اینا دسترسی نداره و متاسفانه گروه حاکم با استفاده از این ابزار از جامعه جهانی باجگیری میکنه و از موضوع زنان یک استفاده سیاسی و ابزاری کرده روانه. بله، با تشکر از آقای الهام که از میلان ایتالیا با ما همراه بودند.